سلام، وقتتون بخیر. من عمار حسینی هستم با اخبار پانوراما. انفجار گاز متان در یک معدن زغال سنگ در پاکستان جان 6 معدنچی را گرفت. به نقل از شبکه خبری ABC نیوز، مقامات پاکستانی روز گذشته جمعه اعلام کردند که انفجار متان موجب ریزش بخشی از این معدن زغال سنگ در جنوب غرب این کشور شد و در این حادثه همچنین 6 معدنچی دیگر زخمی شدند. این انفجار در منطقه هرنای واقع در جنوب غرب استان بلوچستان پاکستان رخ داده است. مسئولان محلی میگویند امدادگران 24 ساعت تلاش کردند تا به معدنچیان گرفتار شده در زیر آوار معدن برسند و اجساد قربانیان و همچنین مصدومان را خارج کنند. کابینه نخست وزیری عراق قانونی تصویب کرد که به موجب آن روادید برای شهروندان لبنانی که قصد سفر به عراق و زیارت عتبات عالیات را دارند لغو می شود. در همین حال بر اساس این قانون شهروندان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز به مدت 1 ماه دیگر اجازه ورود زمینی، هوایی یا دریایی به خاک عراق بدون روادید را یافتند. فعال فرهنگی شیعه پاکستانی گفت ما شیعیان پاکستان در کشور خودمان آزادی نداریم و آنچه از آزادی در این کشور میشنویم فقط شعار و لغلغه زبان است. چطور میشود یک سنی تندروی انتحاری به راحتی از جلوی نیروهای پلیس پاکستان عبور و خودش را وسط مسجد شیعیان در این کشور منفجر کند؟ این موضوع نشان دهنده آن است که با یکدیگر هم دست هستند. شیعیان پاکستان در انجام مراسم اعتقادی و فعالیت‌های سیاسی در این کشور از آزادی و امنیت کامل برخوردار نیستند. این فعال فرهنگی در ادامه افزود ما فعالان فرهنگی شیعه پاکستانی به مدافع و مسئولی نیاز داریم که از دور مدافع محکم ما باشد تا شبکه‌های فرهنگی شیعی در پاکستان مورد حمایت قرار بگیرند و این شبکه‌ها در اقصی نقاط این کشور فعال باشند. مسلمانان روهینگیا به دلیل وضعیت وحشتناک میانمار و تلاش برای رفتن از این کشور از طریق قاچاقچیان در خطر مرگ و تجاوز هستند. بر اساس گزارش دسامبر، پروژه حفاظت از پناهندگان روهینگیا در آسیا PRRIA، پروژه‌ای که توسط یک آژانس اتحادیه اروپا در سال 2021 تأمین شد، شبکه‌های قاچاق مسلمانان روهینگیا را قادر می‌سازند تا شرایط بد زندگی را در میانمار و بنگلادش ترک کنند و به دنبال فرصت‌هایی در کشورهای دیگر باشند. بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، از ژانویه 2020 تا ژوئن 2021 بیش از 3000 روهینگیا تلاش کردند از خلیج بنگال و دریای اندمان عبور کنند که 2/3 آنها زن و کودک بودند. حدود 218 نفر در دریا کشته یا مفقود شدند. در حالی که آمریکا مسئول وضعیت کنونی افغانستان دانسته می شود، وزیر خارجه این کشور اذعان کرد 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد محدودیت ها در برابر زنان روند کمک رسانی را به افغانستان متأثر ساخته است و 29 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. وی افزود دستور اخیر حکومت کنونی افغانستان مبنی بر منع زنان افغان از کار کردن برای سازمان‌های غیردولتی نیز ضرورت کمک‌های بشردوستانه را بیشتر نمایان می‌کند. پیش از این نیز بارها کارشناسان و برخی کشورها گفته بودند کاهش کمک‌های مالی و بشردوستانه به زیان مردم افغانستان است و این کمک‌ها نباید سیاسی شود.
گزارش ها حاکی از آن است که مدارس دولتی شهر موریستاون به سایر مدارس دولتی ایالت نیوجرسی آمریکا می پیوندند که به دانش آموزان در طول تعطیلات مسلمانان یک روز تعطیلی می دهند. این اولین تعطیلات مسلمانان است که در تقویم مدارس موریستاون به رسمیت شناخته شده است. پیش از این مدارس این ناحیه برای چند تعطیلی مرتبط با مراسم دینی مسیحیان و یهودیان تعطیل بودند. طبق تحقیقات مؤسسه آماری پیو PEW مسلمانان 3% از ساکنان نیوجرسی را تشکیل می‌دهند. استاندار کربلا از طرح‌های امنیتی و خدماتی ویژه مراسم نیمه شعبان خبر داد. طرح‌های امنیتی در کربلا ویژه نیمه شعبان تدارک دیده شده و همزمان با آن طرح‌های خدماتی برای پذیرایی از میلیون‌ها زائر هم در حال آماده سازی است. نصیف جاسم الخطابی رئیس کمیته عالی امنیت و استاندار کربلا به روزنامه الصباح گفت پلیس نیروهای خود را مستقر کرده است و کاملا برای اجرای طرح امنیتی تدارک دیده شده برای نیمه شعبان آماده است تا فضای امنیتی برای زائرانی که به استان می آیند و نیز موکب‌های حسینی به شکل امن مهیا شود. وی افزود فرماندهی پلیس بر دامنه تلاش‌های خود برای اجرای اقدامات امنیتی ویژه مراسم افزوده است. و اما خبر آخر، دانشمندان در بررسی جدیدی به این نتیجه رسیدند که میکروپلاستیک‌ها می‌توانند از بدن مادر به اندام‌های جنین برسند و با توجه به پیامدهای منفی میکروپلاستیک‌های موجود در بطری‌های پلاستیکی، زنان باردار حتماً باید از بطری‌های شیشه‌ای استفاده کنند. پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که ذرات میکروسکوپی ناشی از تجزیه پلاستیک می‌توانند در جریان خون انسان و حتی جفت قرار بگیرند. اما یک پژوهش جدید که روی موش‌ها انجام شده است نشان می‌دهد که پلاستیک‌های بلعیده شده می‌توانند به اندام‌های جنین راه پیدا کنند. بطری‌های پلاستیکی یک بار مصرف می‌توانند ذرات مضر را منتشر کنند، به ویژه زمانی که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرند. سپس ما نوشیدنی درون آن را می‌نوشیم.